سرکنسول ایران در مزار شریف در دیدار با خانواده های قربانیان حادثه روز پنجشنبه در مزار شریف وقوع انفجار در میان نمازگزاران را تکان دهنده خوانده و گفت مردم ایران در کنار شهروندان افغان ایستاده است. این دیپلمات ایران همچنان برای خانواده های قربانیان رویداد خونین روز پنجشنبه نیز کمک های نقدی و بسته های مواد غذایی توزیع کرد. در این برنامه ما کمک های نقدی رو تقدیم خانواده شهدا، ورثه شهدا و مجروحین عزیز کردیم و روز جاری قرار است که یک فروند هواپیمای نظامی از کشور جمهوری اسلامی ایران وارد شهر مزار شریف بشه و کمک های بشردوستانه شامل دارو، مواد غذایی و پوشاک، تحویل مقامات مربوطه و مسئولین امور شهدا و معلولین بشه که بازماندگان رویداد خونین روز پنجشنبه هم از حکومت می خواهند تا با جلوگیری از حملات انفجاری میان غیر نظامیان امنیت را در بزرگ شهرها تأمین کند. هر خانواده که هر کسی که فرزند داشته باشد می فهمه که چی حادثه سری چی حادثه چی رخ می دهد سر انسان دیگه از گفتن نیست. برادر ما شفاخانه است سید قاسم. وضعیت هم زخمی شی و وخیم است. دیگه 6 تا طفل دارم، مادرش است، خانومش است، دیگه تا خواهرش است، دیگه کس نیست دیگه. در مرحله اول امنیت مردم را بگیرن که از کل چیز که در امنیت مهم است. امنیت مردم را بگیرن، مردم را بعد از دیگه در خاک خون نشانیم. یعنی میخواست ماست دیگه. این نگرانی ها در حال مطرح است که اخیراً چندین انفجار پیهم در کابل، مزار شریف و کندز جان ده ها غیر نظامی را گرفت. حملاتی که اغلب گروه خودخوانده اسلامی داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته است.